در مورد سرمربی جدید پرسپولیس بفرمایید، مردم منتظر هستن. الان سایت های خبری اینا همه منتظرن. آقای شفیع عزیز نگاه کنید، واقعیت اهمیه. الان نگاه کنید، نفت تهران، فولاد خوزستان، باشگاه استقلال، تراکتورسازی تبریز و و و هیچ کدوم سرمربیشون تعیین و اعلام نشده. فقط شما اید که الان اعلام میکنید. بابا قول دادیم به مردم، به خدا بعد خیال میکنم ما کشتیم مردم سر کار. شما خودتون گفتید شما کار به این سادگی رو بعد 400 میلیون. اگه اینا نگید رو 400 الان بگید اقلا که بابا بگید آقای رویانیان اول شهریور 400 میلیارد تومان پول به حساب پرسپولیس واریز میکنه. البته اگه اختیار به من بدن. خیلی خب دیگه این اگر مگر دیگه نه دیگه سردار، شما ماشاءالله خودتون یه مدیر توانمند هستید و این صدای کوتاه رو همه رو ببرید. حالا بفرمایید پرسپولیس مربی بفرمایید. بعد اون مربی حضور قرار کنم که اولا باید یه تشکر بکنم از کسانی که ما تا الان به عنوان گزینه انتخاب کردیم. اول آقای مایل کوهن بود و آقای درخشان، آقای پیروانی صحبت شد، آقای یکی از خارجی ها صحبت شد که اونم حرفه‌ای باش البته صحبت شد و بعد هم یه گزینه ای که به نام آقای ابراهیم‌زاده که واقعا استقبال زیادی هوادارا تو رأی دادن به ایشون کردن، با ایشون صحبت شد نهایتا جدیدن و با آقای دایی هم صحبت شد. حالا ماجرای آقای دایی هم خیلی شنیدنی و زیباست، به رغم این که در روزنامه ها خب و در سایت ها زده بودن آقای دایی مثلا برخورد تندی کرده، ولی اینطور واقعا من نبود. خیلی درست. خوشحال شدم، یه اتفاق جالبی زیبایی. آقای عزیز محمدی هم سردار در اتاق فرمان میخوان تشریف بیارن، من دقایق داره اینا. آقای ابراهیم زاده، آقای ابراهیم زاده شد تماشا فکر نه آقای رویانی ما آقای مایل کوهن، آقای مایل کوهن از حضور شریفتون که با یه برخورد کاملا بزرگوارانه، یعنی شخصیت والای خودشون نشون دادن. اولا تا الان مصاحبه نکردن و ایشون اعلام کردن فقط یک بار که اگه من بشم خدا رو شکر میکنم، اگه نشم دعا میکنم. بعد سکوت کردن آقای درخشان، سکوت کرد آقای پهلوانی، آقای عرشاد که دایی، دوستان دیگه. ببینید این یک اتفاق جدیده، قبلا اصلا همه چی به هم میریخت، همه مصاحبه میکردن، ولی این بزرگواری و شخصیت این آقایونه که گذاشتن هیئت مدیره و مدیر عامل خیلی باز با هر کی میخواد صحبت کنه و نهایتا تصمیم بگیرن به نفع پرسپولیس. این یک رویکرد جدیده از توی پیشکسوت هست. آقای پروین کاملا ما رو هدایت کرد توی تمام این ماجراها. باور بفهمید برام خیلی زیبا بود حرکت آقای پروین. جناب آقای دکتر مالکی بسیار منطقی و زین و بسیار هوشمندانه همراهی کردن. نهایتا نگاه کنید، ما فردا در ارتباط با آقای ابراهیم زاده، آقای مایل کوهن و آقای درخشان تصمیم میگیریم یا شاید امروز، ولی بدونید که این ستا یکی شد. آقای نفر به من الان... آقای سردار گفتن تمام کار. الان سردار ببنید... کدوم شانس بیشتر دارم، ولی فکر کنم آقای ابراهیم زاده یه ذره ترازود به نصف روش سنگین. آقای نفر، آقای شفیع همیشه دوست داره من رو یه جوری ضربه به الان من اعلام کنم چارچست اون روا بشه. چرا؟ نه بگید دیگه تمام کنید. نه آقا، رئیس هیئت مدیره، هیئت مدیره آقای پروین، من اجازه نگیرم آب نمیخورم. بالاخره تقریبا من خداییش حالا بدون شوخی من مربی رو انتخاب کردم. خب آقای منصور ابراهیمزاده سرمربی جدید باشگاه پرسپولیس خواهند بود، اونطوری که تا دقایق قبل از این ارتباط تلفنی شما عنوان کرده بودید. حالا به هر حال راست هم میگید، اون نظر شما باید هیئت مدیره اعضا توضیحات کامل رو بشنون، توضیح انجام بدن، اجرا بکنن، تصمیم بگیرن. اما آنچه که سردار رویانیان بینندگان عزیز من در جریانشون هستم، آقای منصور ابراهیم زاده رو به عنوان سرمربی فصل آتی پرسپولیس انتخاب کردم، اما اون امضاها و تاییدهای هیئت مدیره خب جای خودش